بازداشت رئیس جعلی اداره پاسپورت از سوی طالبان، بازداشت بیش از 100 نفر به خاطر خاموشی چراغ سر دروازه خانهشان در مزار شریف، تجاوز یک طالبان بر یک دختر جوان در چاریکار. جزئیات تکان دهنده این خبر. محاصره خانه و دفتر حکمتیار از سوی طالبان، آخرین جزئیات تکان دهنده از این خبر. در نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار خام پرس می نگارد. وزارت داخله حکومت طالبان گزارش داده است شخصی که خود را رئیس عمومی پاسپورت معرفی کرده بود و از مردم به طور غیرقانونی پول می گرفت بازداشت شده است. ویدیویی که این وزارت یک شنبه 8 مغرب منتشر کرده، فرد بازداشت شده ای را به نام جمیل معرفی کرده و گفته است که با صدور مکتوب های جعلی توزیع پاسپورت از مردم پول گرفته است. مسئولان امنیتی طالبان گفتند که این فرد را بر اساس شکایت شهروندان بازداشت کردند. ادعای فساد و کمیشن کاری گسترده در ادارات مرکزی و ولایتی پاسپورت وجود دارد. پس از حاکمیت طالبان به دلیل افزایش مهاجرت شهروندان کشور، تقاضا برای پاسپورت افزایش یافته است. بازداشت 120 نفر به خاطر خاموشی چراغ سر دروازه. منابع در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ میگویند طالبان 120 نفر از ساکنان این شهر را به دلیل اینکه چراغ سر خانه هایشان خاموش بوده بازداشت و برای ساعت زندانی کردند. دست کم 8 نفر از این افراد امروز دوشنبه 9 عقرب به روزنامه اطلاعات روز گفتند که شبانگام توسط نیروهای طالبان بازداشت و یک شب را در سرای زندانی بودند. با گفته منابع طالبان، شماری از ساکنان جاده اول و دوم منطقه دشت شور از مربوطات حوزه نوم امنیتی شهر مزار شریف را بازداشت کردند. یکی از منابع به شرط افشا نشدن اسمش میگوید ساعت 8 شب بیش از 100 نفر را از کوچه ها جمع‌آوری کردند، زیر یک انگار بردند و تا صبح در هوای سرد زندانی کردند. یکی از افراد بازداشت شده میگوید که به دلیل مشکلات مالی توانایی پرداخت هزینه برق را نداشته و برشنا برق خانه اش را قطع کرده است. این فرد گفت مدت 6 روز می شود که برق من از سوی برشنا قطع شده، اما طالبان به حرفم گوش نکردند. گفتند که چرا چراغ کوچه خود را خاموش کرده ای؟ افراد بازداشت شده میگویند که طالبان پس از رهایی از هر نفر 100 افغانی گرفتند. طالبان در حال این افراد را به دلیل خاموش بودن چراغ سر خانه ایشان بازداشت و از زندانی کردند که در روزهای اخیر برشنا کارزار قطع لین مقروزین برق را در بلخ آغاز کرده است. تجاوز یک عضو طالبان بر یک دختر جوان در چاریکار. آمو تی وی می نگارد. یک خانواده در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان ادعا می کند یکی از افراد طالبان بر یک دختر جوان تجاوز جنسی کرده است. آنها میگویند که این فرد فضل رحمان نام دارد، دستیار و همچنان پسر خاله شهردار طالبان برای چاریکار است. زنی که از اقوام نزدیک به این دختر است و بنابر مسائل امنیتی اجازه نداد از او در این گزارش نام برده شود، به خبرنگار آمو گفت که 4 ماه پیش شخصی به نام فضل رحمان بر یکی از بستگان او تجاوز جنسی کرده است. او ادعا می کند که این عضو طالبان که فضل رحمان نام دارد با افراد مسلح به خانه بستگان آنها هجوم برده و بر یک دختر 18 ساله تجاوز جنسی کرده است. به گفته این منبع، فضل رحمان پس از تجاوز بر این دختر با شلیک به سوی اعضای خانواده او از ساحه فرار کرده است. او گفت فضل رحمان با افراد مسلح وارد خانه شدند و به ما گفتند که از جایتان تکان نخورید و لحظه بعد وارد اتاق این دختر شدند. سپس از خانه بیرون شدند و ما را تهدید و مرگ کردند و به سوی ما فعل کردند که صدای خود را بلند نکنیم. او افزود پس از رفتن آنها دانستیم که بر این دختر تجاوز کردند. او در ادامه گفت که این دختر از بخش قابلگی یکی از انستیتوت های شخصی پروان فارغ شده است. فضل رحمان در کنار وظیفه در شهرداری چاریکار در یکی از انستیتوت های شخصی پروان درس می خوانده است و دختری که به او تجاوز شده نیز در این انستیتوت درس قابلگی می خواند.
در این حال نگمل آقا شهردار طالبان برای شهر چاریکار میگوید که با فضل رحمان هیچ ارتباطی ندارد. آقای نگمل با مو گفت اینجا ما کارمند رسمی به نام فضل رحمان نداریم. اگر به حیث مراجعه کننده کسی آمده باشد چیزی گفتن نمیتوانیم. اما منابع آقا به خبرنگار تلویزیون آمو میگویند که فضل رحمان دستیار و پسر خاله شهردار چاریکار است. حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان برای ولایت پروان با آمو گفت که از این رویداد آگاهی دارد و بررسی آنان در این زمینه جریان دارد. وی افزود این خانواده 1.5 هفته پیش به ما مراجعه کرده و بررسی های ما جریان دارد. با این حال بستگان این خانواده میگویند که آنان چند بار با مقام های طالبان در پروان مراجعه کردند اما با آنان گفته شده است که دنبال این قضیه را رها کنند. پیش از این دختر به نام الهه دلاورزی ادعا کرده بود که سعید خوستی سخنگوی پیشین وزارت داخله طالبان بر وی تجاوز جنسی کرده است. البته آقای خوستی بار این اتهام گفته بود که با خانم دلاورزی ازدواج کرده اما بعدا از هم جدا شدند. قادر آشنا به نقل از عبدالاحد خراسانی روی برگه فیسبوکش نگاشته است. طالبان از عصر دیروز تا کنون خانه و دفتر حکمتیار را در دارالامان کابل محاصره کردند و به هیچ کس اجازه عبور و مرور نمی دهند. حکمتیار که خواب حکومت پشتون والی را به زعامت خودش می دید حال درمانده و ذلیل شده دار از زجر می کشد. خداوند بیشتر از این خوار و ذلیلش کند. افضل امیری نگاشته است از چند روز بدین سو گروه طالبان اطراف خانه حکمتیار را محاصره کردند. در این حال اندپندنت فارسی گزارش می دهد حکمتیار از جزئیات گفتگوهای مخفی طالبان و آمریکا پرده برداشت. حکمتیار با اشاره به مذاکرات مخفی میان طالبان و آمریکا گفت که سکوت طالبان نگرانی های را افزایش داده است. گلبدین رهبر حزب اسلامی که در کابل به سر میبرد روز جمعه در سخنرانی خود در مراسم نماز جمعه گفت که مذاکرات مخفی هیئت بلندپایه اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و طالبان برای یک توافق جدید از مدت‌ها قبل آغاز شده و اکنون دو طرف به توافق‌های نیز دست یافتند. به گفته او مذاکرات کنونی ابتدا ماه قبل در پاکستان آغاز شد و سپس به دوحه منتقل شد. رهبر حزب اسلامی افغانستان مدعی شد آمریکا در پی دستیابی به توافق دیگر همانند توافقنامه فبروری 2022 است. در سال 2020 آمریکا و طالبان پس از حدود یک سال مذاکره و توافق دست یافتند که به توافقنامه دوحه شهرت یافت. خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان از جمله تعهدات آمریکا بود. طالبان هم متعهد شدند روابطشان را با تروریست‌های خارجی قطع و حمله به نیروهای خارجی را متوقف کنند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.